خانه آرزوی من نگارشی است از محمد نوری که به صورت 20 بخش پیاپی به شما دوستان عزیز تقدیم می‌گردد. بخش دوم، آرزوهای فراموش ناشدنی. شومینه رو روشن کردم و با دو فنجان چای کنار آقای خورشیدی نشستم. گفتم در مورد شما آقای خورشیدی نمیدونم، ولی من گاهی فکر میکنم بعضی آرزوها هیچ وقت فراموش نمیشن. تا اونجایی که یادم میاد، من از زمانی که خیلی بچه بودم همیشه آرزو داشتم که یه خونه کوچیک توی جنگل کنار دریا داشته باشم، تا هر وقت دلم تنگ بشه برم اونجا که با خودم تنها باشم. حالا تو اون زمان و اون سن و سال کم، از تنهایی و دلتنگ شدن چه میدونستم و چرا باید به فکر تنهایی میبودم بمانم. خوب یادم میاد در 12 ساله بودم که برای اولین بار از جعبه های میوهی که بابام خریده بود و خونه آورده بود، بعد از مصرف میوه هاشون، من تو یه گوشه خونه برای خودم از جعبه های خالی میوه خونه کوچیکی ساخته بودم. هر وقت از دست برادرام یا خواهرام ناراحت می شدم، می رفتم شوش می شستم و ساعتها با خودم بازی می کردم. بعدها که بزرگ شدم و دانشگاه هم تموم کردم، وقتی به عنوان افسر سپاه دانش به شهرستان بابلسر شمال ایران اعزام شدم، اتاقی توی خونه اجاره کرده بودم. اتاق بزرگی بود. شبا که از کار روزانه می رفتم خونه و تنها توی اتاق بودم، برای اولین بار با تنهایی آشنا شدم. به هر دلیلی که بود خیلی از اون شرایط خوشم اومده، چون می دیدم هر وقت که می خوام می خوابم، هر چی که می خوام می خورم، از اون بهتر هر کاری که می خوام با در و دیوارای اتاقم می تونم بکنم، و چه کارایی هم که نکرده بودم. اتاقم رو به صورت یک کاخ در آورده بودم، اونم با یه مش کاغذ رنگی و مقوا و پلاستیک ارزون و ساده. یه بار وقتی مسئول آموزش و پرورش که من براش کار می کردم به اتاق من اومد و اتاق منو دید، اونقدر از اون خوشش اومده بود که گاه گاهی برای اینکه به بعضی از سپاهیایی که توی مدارس دهکده ها کار میکردن نشون بده که میشه از هیچی همه چی ساخت، اونا رو به خونه من بیاورد و اتاق منو بهشون نشون میداد که بتونن توی دهکده هایی که خدمت میکنن از خودشون ذوق نشون بدن و اینقدر شکایت. این کارش باعث شده بود که باز هوای داشتن یه خونه کوچیک جنگلی تو من زنده بشه. اتاقم رو با پرده ها و زیلوهای محلی تزیین کرده بودم. دیوارای اتاق رو به شکل چوب نقاشی کرده بودم. همه چی رو شبیه به خونه‌ای که دلم میخواست داشته باشم ساخته بودم. شبا من بودم و خونه خود ساخته خودم و تنهایی. چند سال بعد به آمریکا رفتم. اونجا هر سفری که به ساحل اقیانوس می‌کردم، آرزوی داشتن خونه باز در من زنده می‌شد. سال‌ها پشت سر هم گذشت تا من به دوره بازنشستگی رسیدم. بچه‌ها بزرگ شدن و ازدواج کردن و به خونه‌های خودشون رفتن. تنهایی به خونه دل من بازگشت. بعد از سالها به ایران برگشتم و سفری به شمال رفتم و به دنبال خونه جنگلی رویاهام گشتم. بعد از بیش از 40 و چند سال صبر کردن، بالاخره یه روز به بانگاهی توی شمال سر زدم. آقای خورشیدی، باور نمی کنی، فقط با گفتن سلام به هر کسی احساس می کردم که به غریب بودن من پی می برن. از نگاهشون معلوم بود. آخه خیلی چیزا حالا عوض شده بود. ایران انقلابی را پشت سر گذاشته بود. 8 سال جنگ کرده بود.
همه چی دگرگون شده بود. حرف زدن مردم، اسم خیابونا، لباس پوشیدن مردم، خونه ها و هزاران چیز دیگه. اونقدر ایران عوض شده بود که من خودم رو یه غریبه خارجی احساس میکردم. 40 و چند سال دوری از وطن زمان کمی نبود، به خصوص که ایران به اندازه 500 سال ماجرا رو پشت سر گذاشته بود. اون روز بنگاهی بعد از نگاهی که به سر تا پای من انداخت به من تعارف کرد که بشینم. منم اطاعت کردم. بعد از نوشیدن یه چای، مرد مسنی که بنگاه را میگردون خودشو آقای گیلانی معرفی کرد و گفت چه خدمتی از دست من برمیاد. با احترام گفتم اسم من مهرداد مهرآفرینی. دنبال یه خونه کوچیک کنار دریا توی جای دور افتاده میگردم. اگر در محل جنگلی باشه بهتر. گفت برای چی دور افتاده؟ گفتم برای اینکه دوست دارم دور از غوغای شهر و مردم باشم. شما از خارج اومدین؟ بله. چطور مگه؟ هیچی هیچی، همینطوری پرسیدم. فکری کرد و گفت فکر میکنم برای شما جای مناسبی رو داشته باشم. و پرسید چه مبلغی برای این کار در نظر گرفتیم؟ در جوابش گفتم مهمتر از قیمت خونه مناسب بودن جاشه. شما خونه رو پیدا کنین، بعد در مورد قیمتش با هم حرف میزنیم. برقی از خوشحالی توی چشماش پیدا شد. سفارش چای دوم داد. بعد پسرک جوانی را صدا کرد و آدرسی رو به او داد و گفت یزدان، این آقای محترم رو ببر که این خونه رو ببینه. یزدان نگاهی به آدرس کرد. به وضوح صورتش حالت وحشت زده‌ای به خود گرفت و با صدای لرزانی به آقای گیلانی گفت چرا به عباس نمیگین که با ایشون بره؟ صاحب بنگاه با خشمی به او گفت مگه تو اینجا کار نمیکنی؟ برو در خونه رو باز کن، منتظر آقا باش، کارشون که تموم شد ایشون به بنگاه برگردون. برو پسر برو. یزدان با بیمیلی منو سوار ماشین کرد. در تمام راه یک کلمه هم با من حرف نزد. بعد از حدود 20 دقیقه رانندگی کنار ساحل زیبای دریای خزر وارد محوطه جنگلی شدیم. قلب من به شدت از خوشحالی بیزد. باورم نمیشد که بعد از بیش از 40 سال دارم به خونه آرزون نزدیک میشم. خونه از دور مثل یه جواهر میدرخشید. تو فکر این بودم که چرا این چنین جواهری تا حالا فروش نرفته. یزدان با فاصله نسبتاً زیادی از خونه ایستاد و کلید خونه رو به من داد و گفت بفرمایید، من اینجا منتظر شما میمونم. با تعجب گفتم تو نمیخوای با من بیای؟ گفت اگه اجازه بدین من اینجا منتظر شما میمونم. وقتی به قیافه رنگ پریده او نگاه کردم قبول کردم که خودم تنهایی برم توی خونه. در عرض چند لحظه افکار گوناگون به سرم زد که چرا این پسره اینطوری رفتار میکنه؟ اون از چی این خونه میترسه؟ چرا نمیخواد با من توی خونه بیا؟ بعد به خودم گفتم به خودش مربوطه. شاید فقط پسر تنبلیه و حال حوصله کار کردن رو نداره. آرومی به طرف خونه قدم زدم. نسیم خنکی به صورتم میخورد. صدای مست کننده امواج دریا روش از سر من میبروند. یکی از روزای زیبای پاییزی بود. با هر قدم صدای شکستن برگهای خشک زیر پاها مثل یه ترانه عاشقانه به گوشم بخورد. هیچ نقاشی نمیتونست این همه تنوع رنگ رو بیافرینه. وقتی به خونه نزدیک شدم گویی کسی زمان را در اونجا زندانی کرده بود. تمام پنجره‌های خونه را تارهای عنکبوت پوشانیده بود. حتی از بوته‌های گل‌های خشک شده اطراف خونه هم میشد فهمید که یه روزی این خونه بهشتی تماشایی بوده.
با کمی خیال پردازی به زیبایی روزگاران پیشینه خونه به خوبی می شد پی بود. من در عالم خیال خودم فوری مشغول تمیز کردن و برگردوندن خونه به صورت سالهای پیشینش شده بودم که صدای بوق ماشین یزدان منو به خودم آورد. با صدای بلندی گفت: آقا لطفاً عجله کنید، ما باید قبل از تاریک شدن خونه اینجا رو ترک کنیم. گفتم: پسر جون، من هنوز وارد خونه هم نشدم، چرا این عجله داری؟ جوابی نداد، ولی بیقراری میکرد و با ناآرامی کنار ماشین قدم میزد. با چرخوندن کلید در خونه، در با نالهی باز شد و مقداری خاک به سر لباس من ریخته شد. وقتی چشمم توی خونه افتاد، متوجه حرکت کردن چند موجود کوچولو شدم. فکر میکنم یا موش بودن یا سنجاب یا چیزای شبیه به اون. فضای زیبای نسبتاً بزرگی با پنجره‌های قدیمی با کنده‌کاری‌های بسیار زیبا، شومینه‌ای با مقدار چوب خشک و میزی با چند صندلی به چشمم خورد. از ظاهر خونه به خوبی معلوم بود که سال‌هاست کسی حتی در اون باز نکرده. دائم از خودم می‌پرسیدم که چرا این خونه زیبا تا حالا فروخته نشده. خونه اون چیزی بود که من از کودکی آرزو داشتم. با صدای دوباره بوق زدن یزدان به خود اومدم و به طرفش رفتم. ازش پرسیدم که چرا اینقدر ناراحتی؟ به جای جواب سوال من گفت: آقا کارتون تموم شد؟ گفتم: بله، چه خونه قشنگیه، خیلی دوستش دارم. تو چرا نیومدی توشو ببینی؟ اصلا تو تا حالا توی این خونه رو دیدی؟ گفت: نه، و هرگزم دلم نمیخواد که این اطرافشم، اونم وقتی که هوا تاریک باشه. گفتم: چرا؟ در جواب گفت: اگه حاضرین برگردیم به بانگا. گفتم: بله، بریم. نفس راحتی کشید و با سرعت به سمت بانگا راه افتاد.